سوغات سفر روحانی. روز یکشنبه 19 مرداد، پاسدار حسین شریعت‌مداری در آستانه سفر روحانی به یزد به فهرستی از فسادهای دولت وی اشاره کرد و با یادآوری فامیل سالاری رایج در دولت روحانی از خیز نظام برای وارد آوردن ضربات سنگین به این بانک خبر داد و با بیان اینکه آیا افرادی با این ویژگی بخوانید ویژه‌خواری منافع و مصالح نظام را به نفع فامیلی و حزب و گروه و قبیله خود ترجیح می‌دهند، وعده داد به زودی فهرستی از ویژه‌خواری‌ها در دولت روحانی را برملا کند. در پاسخ به این تهدیدات بود که آخوند روحانی در یزد با یادآوری دزدی‌های نجومی و میلیارد دلاری باند رقیب از فروش نفت تهدید کرد که این فاش‌گویی‌ها را در سفرهای استانی خود ادامه خواهد داد. این پول‌هایی که من امروز اعلام کردم باید برای مردم توضیح بدن و الا مورد به مورد من به مناسبت در استانهای مختلف این رقمها را اعلام میکنم. واکنش های باند ولی فقیه به اظهارات روحانی از آماده باش این باند برای حمله به روحانی حکایت میکند. اسماعیلی سخنگوی قوای قضاییه فوری به صحنه آمد و بخشی از فسادهایی را که روحانی به باند رقیب نسبت داده بود به خودش برگرداند و با اشاره به پرونده‌های فساد باند روحانی در کرسن و استات اویل با لحن تهدیدآمیز گفت: آیا روحانی از پیگیری‌های دستگاه قضا در پرونده زنجانی بی اطلاع است؟ برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به زنجانی باشد یا کرسن و یا استات اویل. برخی وزرا و مدیران دولت قبل که در پرونده زنجانی برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، در دولت جدید ارتقا پیدا کردند. پاسدار نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم هم در جلسه علنی روز 19 آبان به صحنه آمد و علاوه بر اشاره به فساد در باند روحانی، مذاکره جویی با آمریکا را هم بهانه حمله قرار داد و در حالی که نظام آخوندی را ملت ایران می‌نامید گفت: و در عجبم که برخی همچنان بر طبل مذاکره میکوبند. در چنین شرایطی کدام وجدان بیدار، کدام انسان آگاه و آزاده، کدام ایرانی غیرتمند راضی به مذاکره با آمریکا می شود که نتیجه جز ذلت و خاری ملت ایران نخواهد بود. آقای رئیس جمهور، شما در یزد اشاره کردید که اقتصاد مقاومتی و مقاومت به مذاکره ختم می شود. این غلط است. این اشتباه نادرستی است. پاسدار نقوی حسینی در ادامه به فساد درون باند روحانی اشاره کرد و گفت: باز آقای رئیس جمهور امروز در یزد این اقدام اعتماد ساز را اشتباه تحلیل کرد و گفت با کشاندن چند نفر به دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. آقای رئیس جمهور، مفاسد اقتصادی در دستگاه جنابالی اتفاق می افتد. 6 سال مبارزه می کردی. کشاندن افراد به دادگاه مبارزه اقتصادی نیست. جنابالی مبارزه با اقتصاد، مبارزه با مفاسد کنید. از برادر خودتون شروع کنید. آخوند سالک هم ضمن اینکه همه افتضاحات نظام را بر سر روحانی ریخت، نسبت به ابراز ضعف در مذاکره جویی به او هشدار داد: جای اقتدار و التماس نباید عوض شود. لذا باید مراقبت ویژه‌ای داشته باشیم. کشور را معطل دشمنان نکنیم. و برای حل معضل بیکاری، معیشت و معیشت مردم، گرانی، تورم، اقتصاد به ظرفیت‌های جوانان، نخبگان، مردم و سیاست‌های ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری از جمله اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری کنیم. پژمانفر عضو دیگر مجلس ارتجاع هم روحانی و باندش را عامل تشدید بحران‌های اقتصادی اجتماعی دانست و به او نسبت به تشدید شکاف درونی نظام تحت عنوان دو قطبی سازی هشدار داد. آقای روحانی، وظایف دولت رو در مسئله حل مسائل گرانی و بیکاری و تورم رو که تمام خانواده های کشور رو آزرده کرد و رنج میده با دو قطبی کردن در موضوعات دیگه نمیشه حل کرد. شما فرار از وظایفتون نکنید. شما هر چی بگید مردم از شما به عنوان رئیس جمهور کار، شغل، حل مسائل اقتصادی خودشون رو میخوان. یه نگاهی به مطالبات مردم که جلوی شما امروز گرفته شده بود اگر میکردید
و چشمتون رو مثل گذشته می‌بستید، می‌دیدید مردم از شما چی می‌خوان. مردم از شما نسبت به سفره‌های کوچیک شده‌شون سوال دارن. مردم نسبت به مشکلات اقتصادیشون از شما سوال دارن. مردم که چند تا فرزندشون تحصیل کرده است و بیکاره تو منزله از شما سوال دارن. آقای روحانی، حاشیه‌ها رو رها کنید. هرچند در یزد واکنش آخوند روحانی به باند رقیب تند و تهدیدآمیز بود، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی روحانی گفت هدف صحبت‌های امروز رئیس جمهور توجه دادن به فسادهای بسیار بزرگ بود. وی افزود به نظر نمی‌آید سخنرانی امروز رئیس جمهور غیر از موارد خاصی که ایشان به صراحت اعلام کردند مورد دیگری را پوشش دهد. با آویزون شدن و مطرح کردن حکومت امیرالمومنین و حکومت نبی حبیب الله العالمین نبی اکرم، با آویزون شدن به اون، با قائم شدن پشت اون، ابتدایی ترین حقوق مردم رو زیر پا میذارن. بنده حرفم اینه بیایم این سلاح رو، این پوشش مکاری و حقبازی رو بگیریم. بیایم آقا شما وکیل مجلسین، شما لطفا راندخاری نکنید. نمیخواد سخنرانی راجع به اسلام و عترت رسول خدا، نمیخواد بکنید این کار. حرف اینه که ما بعد این بساط رو جمع کنیم. بعد مسیری داریم میریم، بعد مسیری رفته ایم و الان یه مقداری به تهای دیگ رسیدیم. در میان بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی امام راحل دیدم که ایشون خیال همه رو راحت کرده بودن که این انقلاب به واسطه یه دشمنان خارجی از پا در نمیاد. اگر بناست انقلاب از پا در بیاد، خودمون اون رو از پا در میاریم، خودمون اون رو از ریشه میکنیم. و اگر این اتفاق بیفته، اسلام آنچنان سیلی خواهد خورد که دیگه سر بلند نخواهد کرد. سیاسیون دعوا با هم میکنن سر لحاف ملا نصرالدین دعوا میکنن، سر قدرت دعوا میکنن، سر خدمت به مردم. اینا اونا رو دوز میکنن، اونا اینا رو دوز میکنن. متخلف آقازاده حتی اگر باباش دخالت هم نداشته باشه، آبروی یه حکومت دینی رو میبره، ایمان مردم رو ضعیف میکنه. به مردم میگه آقا تو خیابون چرا ما روزه‌خواری میکنیم؟ میگه بابا همش دروغه. نگاه کنی مثلا فرض کنیم مسئولین همه بچه‌هاشون تخلدوزن، اگه قیامت راسته اول اونا رو میندازن تو جهنم، بعد منی که روزه‌خواری میکنم. به دختره میگم خانم اونجا جمهوری اسلامی روسری سرت کن دیگه، این زشته روسری سرت نباشه. میگه برو اول مثلا جلوی دزدی و راندخاری بچهای مسئولین رو بگیر. تو بی ایمان کردن اینا، سهم جدیش مال اون مسئولی نیست که اینگونه ایمان مردم رو هدف قرار گرفتن. در آب و اجداد اون کسی که میتواند به داد این مملکت برسد و نمیرسد لعنت به تویی هم که رئیس شدی هیچ قدمی بر نمیداری، بر تو هم لعنت. اختلافات شما پدر مردم در آورد، اختلافات شما زنهای شوهردار رو به فحشا کشید، اختلافات شما بیچاره کرد مردم رو. با امید مردم بازی کردید، با دین مردم بازی کردید. نکته اول، اعتماد بین مردم و حاکمیت. نگذارید این اعتماد صدمه بخوره. دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، در رأسش رهبری، همه با هم حاکمیت این کشور هستیم. فکر نکنید اگر به بخشی از حاکمیت لطمه زدیم اون بخش دیگر تقویت میشه. نه، همه این حاکمیت فرو میریزه. این میشه ریزش. اینا ریزش های انقلابه.